در اخبار این هفته از تاریخ 25 تا 29 دسامبر. با توجه به هفته پایانی سال میلادی 2023، هفته آینده بازار به صورت نیمه تعطیل و در بعضی از روزها کاملا تعطیل می باشد. توجه کنید که به دلیل نبودن نقدینگی زیاد و باز نبودن بیشتر بانک‌های بزرگ دنیا، مارکت در هفته آینده می تواند حرکت‌های غیر قابل پیش‌بینی زیادی را داشته باشد. از نظر تقویم اقتصادی، اخبار قابل توجهی در بازار وجود ندارد. دوشنبه 25 دسامبر به دلیل روز کریسمس بازار کاملا تعطیل می باشد. سه شنبه 26 دسامبر روز هدیه یا باکسینگ دی می باشد در کشورهای انگلستان، کانادا، ایتالیا، آلمان، استرالیا، سوئیس، نیوزلند تعطیلات رسمی می باشد. ولی یک روز معاملاتی عادی در بازار ایالات متحده آمریکا را خواهیم داشت. خبر مهمی نیز برای این روز وجود نداره و معامله در این روز پیشنهاد نمی شود. چهارشنبه 27 دسامبر یک روز عادی در مارکت می باشد و تنها خبر با اهمیت متوسط در این روز شاخص تولید در منطقه ریچموند رو داریم که این شاخص معیاری از فعالیت‌های تولیدی در منطقه 5 فدرال رزرو است که توسط بانک منطقه فدرال رزرو ریچموند منتشر می شود ولی همچنان انتظار بازار رنج را داریم. پنجشنبه 28 دسامبر بیشترین خبرهای این روز برای دلار امریکا می باشد ولی خبرها در سطح اهمیت پایین‌تری قرار دارند که از مهمترین آنها به شاخص بیکاری ایالات متحده امریکا می توان اشاره کرد. جمعه 29 دسامبر همه خبرهای این روز خبرهایی است با اهمیت متوسط که شامل شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI در حوزه یورو در بازه زمانی سالیانه برای کشور اسپانیا می باشد. و در ادامه خبر شاخص مدیران خرید شیکاگو یا PMI شیکاگو رو هم داریم. توجه کنید که این خبر می تواند بر روی دلار امریکا تاثیرگذار باشد. دقت کنید این هفته هفته مناسبی برای انجام معاملات نمی باشد. در صورت داشتن معامله حد ضرر و مدیریت سرمایه را رعایت کنید. کریسمس مبارک.